پادگان صنایع شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش است، جایی که فرماندهان نیروی زمینی خود را برای برگزاری رزمایش پیشگیری از شیوع کرونا آماده می کنند. مشکوک باشه میده اینجا برای مایله بیشتر. در این رزمایش انواع و اقسام تجهیزات ضد عفونی کننده معاون شهری برای مقابله با کرونا دیده می شود. تجهیزاتی نظیر سامانه گندزدایی که 15000 لیتر گنجایش داره. برای سوتو هم استفاده میشه فعلا در حال حاضر، میتونه بارگیری بکنه. بله این ناظرهایی که شما میبینید دقیقاً ناظرهایی است که به صورت پاشش حد اکثری و این اتفاق انجام میشه. یا این خودروی رفع آلودگی یگانهای شیمیمره نیروی زمینی ارتش با کاربری که اون بالا هست نازل رو تنظیم میکنه برای جاده باشه، برای معابر باشه، هر جا باشه رفع آلودگی. خودرویی که به صورت مهپاش مکانهای مختلف را ضد عفونی میکنه. این سامانه ضد عفونی کننده سیاره که به صورت مهپاش کار انجام میده. از اینجا درست؟ بله از اینجا. تمامی تجهیزات به همراه ده ها آمبولانس و نیروهای امدادی برای اعزام به برخی از استانها آماده بودند. با هدف امنیت و سلامت مردم فرمان آغاز این رزمایش هم توسط فرمانده کل ارتش صادر شد. امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی هم اقدامات ارتش برای مقابله با کرونا در استانهای مورد هدف را این گونه تشریح کرد. ورودی به مراکز استانها، استانهای هدف، پستهای قربالگری ایجاد میکنیم. اقدام دوم ضد عفونی کردن معابر عمومی. برنامه سوم ما ایجاد بیمارستان صحرایی اگر استانها نیاز داشته باشند. و کار دیگری که انجام میدیم توسعه مراکز تشخیصی و امدادی هست. البته این تجهیزات در مرحله اول به استانهای قم و گیلان اعزام میشن. خوشحالیم که الان میتونیم به هموطنانمون کمک کنیم تو این لباس. برای شکست کرونا همه دستگاه ها، همه نیروها پای کار آمدن. اقداماتی که باید گسترش پیدا کنه و مردم هم همکاری داشته باشند.